منصبداران افغان میگویند مذاکرات صلح با طالبان که میبایست بعد رهایی 400 طالب محبوس باقی مانده شروع میشد با مانعی نوی مواجه گردیده است، زیرا بعضی دولت های خارجی با این روند مخالف بودند. یک هفته پیش لویجرگه مجلس مشورتی پیران قبیله های افغان از رهایی 400 طالب محبوس پشتیبانی کرد و روز 13 آگوست 80 طالب به آزادی برآمدند. جنبش اسلامی رهایی 5000 طالب محبوس را پیش شرط مذاکرات با حکومت افغان عنوان داده است. اما استرالیا و فرانسه از حکومت افغانستان دعوت کردند که شماری از طالبان مسئول در کشتار شهروندان استرالیا و فرانسه را رها نکنند. نماینده شورای عالی آشتی ملی افغانستان به خبرنگاران گفت که حکومت سعی دارد این اختلاف را بدون لطمه بر روابط با ممالک خارجی رفع کند.